با سلام مجدد بینندای خوب نازنین، فامیلای گرامی و فامیلایی که دنبال رشد و یادگیری و شناخت هستین. آرزو دارم که بحثای ما براتون مفید واقع شوه و آرزوی دیگه ما ایست که یک روز شما را بخیر از نزدیک ببینیم و شاید ازی باشیم که در زندگیتان برنامه ما تانسته باشه، یک تغییر مثبت آورده باشه و به خاطر از اینکه شما پدر مادرای از برنامه ما را میبینین، ما از اولادای شما خواهش دارم که لطفا خواهر عزیزم، برادر عزیزم، احترام تو پدر مادر بکن. بی ادبی نکو، قال مقال در مقابلشان نکو، چیزی را نشکنان، با صدای بلند گپ نزن. ای امر دینی هم است و امر پسندیده شده و خوب هم است. پدر مادر ما سر ما بسیار حق دارن، زحمات بسیار زیادی کشیدن که وقتی پدر مادر شوین شما قدرش می فهمین، ولی وقت دیر خواد بود و این پدر مادر شاید همراهتان نباشه و او وقت گریه و پریشانی و این هیچ فایده نمی رسانه. شما شنیدین بزرگ کردن یک کودک مثل آباد کردن یک شهر است و واقعا از تبش تو نارام میشی، از مریضیش نارام میشی، از بی جای رفتنش نارام، از درس نخواندنش نارام. به این اولادای شمین که پدر مادرتان طرفتان ببینه خوش شوه و این بهترین عبادت است که تو با رفتارت سبب خوشی و رضایت پدر مادرت شوی و بدترین عذاب وقتی است که تو سبب ناراحتی پدر مادرت شوی. آرزو دارم که قدری پدر مادر رو بفهمی، به خاطری که انتخاب کردن برنامه خودشناسی را، یعنی پدر مادر خوب هستن. حالی پدر مادر همسایه تان برنامه بد میبینه، اولادایشان بد یاد میگیره. متاسفانه بنانی نیم یک فرق عمده است بین پدر مادر از یزا و همسایه که برنامه را نمیبینه. تنها برنامه ما نه، برنامه خوب هر جایی که باشه، اگر پدر مادر تشخیص میتونه که این برنامه خوب شایسته خانه ماست و اولاد ماست، اونا قابل ستایش هستن. دوست عزیز نازنین، صفت 25 پیش آدم موفقی است که آدم موفق از حسادت و خودخواهی به دور است. آدم موفق حسود نیست. حسادت یک مریضی بسیار بد، یک صفت بسیار آزاردهنده است. حسادت تمام آرامش شخص میگیره. حسادت چی معنا؟ حسادت به این معناست که من از نعمتی که دیگر داره ناراحت هستم. چوری فلانی که نعمت و خوبی داره در زندگیش؟ نی، ما باید بگیم خدایا او رو هم زندگیش خوب کن، از 4 نفر دیگه که نداره از من هم خوب بساز، از همه گیره. ولی حسادت چی معنا؟ نی، امتیازات از او باید بر من باشه و این خراب ما میکنه. به این خاطر شما شنیدین میگه حسود هرگز نه آسود. آدم حسود هیچ وقت آسوده راحت نیست، رنج میبره. پیش روی تانه بگیرین، هر وقت ذهنتان میگه فلانی، بگو مرا به فلانی چی، خدا زیادتر بتیشه، خدا مرا هم بته، دربارش که بزرگ است، برای خداوند که سخت نیست. بنان ما خوبی خود و دیگر را بخواهیم، حتی اگر فهمیدیم یک مسیر رشد و خوبی است، برای همه گیور روادار باشیم. اما آدم ناموفق کوش میکنه دیگر را خبر نکنه از یک خوبی و حتی اگر اونا در اون مسیر قرار بگیره، ای باید پیش روش چا بکنه که در اون چا بفته و دیگر سر بلند نکنه. صفت 26 آدم موفق از اظهار نظر خود ترس نداره. در یک جمع، در یک محفل صدای خود بسیار به خوبی بیان میکنه، نظر خود بیان میکنه. مثلا ما در تالار میبینیم عیزایی که اینجا آمدن بسیار به سادگی میگن نظر خود میگن، ده فضای دوستانه، حتی نظر مخالف میگن. قرار نیست آدم موفقی رو پیش ما قرار نیست با همگی هم نظر باشیم، اما با کسی دشمن نیستیم، تفاوت نظر داریم و این رو به سادگی ما بیان میکنیم. آدم ناموفق در یک مجلس شیشته از اول آخر تا آخر دلش بوری گپ است، میخوای گپ بزنه اما میشرمه، اما میترسه، در صنف است، درس برای تشریح کردن یاد داره نمیکنه، سوال برای پرسیدن نمیکنه. بنان از امروز شما نظرتان باید به درستی بیان کنید و از او شرم و خجالت نداشته باشید. ما فکر میکنیم بعدش نظر خدا بیان میکنیم و قرارم نیست که کلیگی هم نظر ما باشه و نظر ما رو تایید کنه. حتی خوب است بان مخالفت کنن و ما متوجه شیم نظر ما غلط بوده، قرار نیست ما این نظر غلط هم رای خود نگاه کنیم. صفت 27 انسان موفق عاشق رشد و پیشرفت است و اوج گرفتن است. آدم موفق صفت بازمانند داره، میخوای با آسمانهای موفقیت پرواز کنه.
شعر ما شعرها رو بسیار خراب خراب میخونم. رقم میگه یکی از شاعرها کل کدام شاعر بزرگوار بوده آمده بود یک کسی خشت میزد و شعر زیر میخوند. ای آمد پیش سر خشتها رو میشکستان. در خورد قال مقال کش خشتها رو شکستانی؟ گفتم تو که تو شعرهای مرا شکستان در رویستی ما هم دیگر. هیچ اگر شاعرها این وقت باشن این شعرها را سر خشتن یک سر مرا میشکنانن با این خراب خواندن ها. اما به هر صورت پیامش برسه. میگم آسمان فرصت پرواز بلند است ولیک قصه آن است چه اندازه کبوتر باشی آسمان است برای پرواز. تو شوق پرواز داری نداری؟ آدم موفق شرط شوق پرواز داره. قبای زندگانی چاک تا کی چموران زیستن در خاک تا کی با پرواز آی و شاهینی بیاموز تلاش دانه در خاشاک تا کی. آدم ناموفق در خاشاکا خود بند نکرده و منطقه فکر نمیکنه بزرگ فکر میکنه و میخاطر اقبال مؤمن روشن فکر به عقاب تشبیه میکنه و سه تا مشابهت بینشان بیان میکنه. اول میگه عقاب بلند پرواز است. آدم مؤمن روشن فکرم بلند پرواز است. تنها به خود فکر نمیکنه، تنها به خانه خود فکر نمیکنه، به جهان اسلام فکر میکنه، به خوبی بشریت فکر میکنه. دوم میگه عقاب لاشخور نیست، خودش شکار میکنه. آدم مؤمن روشن فکر در قید و بند یک چهار دیواری نیست. بنان ما باید به فکر اوج گرفتن و پیشرفت باشیم. توقف بر انسان موفق معنا نداره. اصلا به می خاطر ما در تعریف موفقیت در برنامه قبلی گفته بودیم موفقیت یک نهایتی نیست که یک جایی برسیم توقف کنیم ما موفق شدیم. موفقیت یک جاده دوامدار تا روزی که زنده است و همیشه در مسیر پیشرفت. این بسیار مهم است. و حتی یادتان باشه یک جاده را که با آخر هم رساندین هی جاده دیگه خلاص نه بگو بیا چند قدم من جاده بسازم برای آدم موفقی که می یک کمی مسیر دیگام ساخته شده باشه. صفت 28 آدم موفق همیشه در ذهن خود باور به کامیابی داره. دلیلی که آدم ناموفق اگه یک کار شروع کنه از اول شکست در ذهنش تجسم میکنه. مثال بتم یک آدم موفق یک ناموفق عین کار شروع میکنه، اما موفق از اول به فکر ازیست که برنده شدم این کار گرفتم نسیدم چی کنم، اما ناموفق اگه شکست خوردم اهتمامات شکست در ذهنش است. شاگردای کنکور ماست یک نفر مثلا 30 نمره است همیشه پرسان میونه استاد در طب کدام کتابا خوانده میشه که من ازم یالی کتابا را یک نفر اول نمره اومیست ها مادر ایست اول نمره سنف ازم اونا اگه ناکام موندم چی میشه؟ اگه ناکام موندی دار میزنن هیچی نمیشه. اگه دختر باش خارسی هم میکنی چی خوب کمی نداره. دخترها رو دیدی نه زیاد وقت میگه اگه کامیاب نشد با زیر به شوهر میدیم باز بعضی دخترها قصدن پارچه رو غلط میکنه. آره سی کنیم. من یک روز در برنامه یک زنگ زده بود یک دختر بود استاد برنامه ماستری هم بورس آمده میریم یک خواستگار هم آمده چطور از گفتنم گفت پیسده ها آدم بسیار خوب تو حالا بچیم بگی از دکترها که خوب است چی میکنی؟ چی میکنی پیسده از زندگی هست این نمیره کلش دیگه این فراهم است دیگه کل شرایط خوب است خیر از دست نتی از دست نتی دیدین میگه بچه خواستگار رفته بود دختر برش گفته بود که ما خانه میخوایم موتر میخوایم چکر تحصیل وایس بچه درش گفتم به خدا ما هم چیزا رو میخوایم خیر ما هم یک شوی پیدا کنم برای خود کل شب کنم چه وضعیت است دیدین در خواستگاری که میره مادر دختر والله ما این دختر خود به خون دل کلان کنیم چه زحماتی کشیدیم فقط بچه از جنگلی یافتن اون بچه رو هم کلون کرده همه متاسفانه این همین مشکلات است که از سری وطن بالای مردای سختی است. مثل که معلم میگه احمد پرزان کرد که احمد بچیم تو که بخیر آرسی کنی بر خانم چی؟ برش خانه بخرم کالا چکر ببرمش امکانات زندگی فراهم باشه یخچال و کوله رو همه چیز محمود بچیم تو چی بلان داری؟ گفت تو استاد جان من میخوایم زن احمد شم یک نعماتی که فراهم میکنه خواهی نمین چیز دیگه گم بنان بحثی است که آدم موفق به کامیاب شدن فکر میکنه که من کامیاب میشم بخیر، اما آدم ناموفق از اول به شکست فکر میکنه و چون زیاد از شکست میترسه ذهنش درست درس جذب نمیکنه واقعا شکست میخوره. بسیار بار شده که ما دیدیم اول نمره امید کنکور ناکام موند اما دوم نمرش کامیاب شد. چنین آدم مثبت بوده به نان مثبت اندیشی بسیار خوب است. 29 آدم موفق آدمی است که میتونه احساسات و هیجانات خود درست مدیریت کنه.
هم آدم ناموفق احساسات خود درست مدیریت کرده نمیتونه. بنان اگه شما خنده، گیریه، جگرخونی، پریشانی، خوشی اینا را خوب مدیریت بتانین میشین آدم ناموفق، ولی اگه نتانین میشین ناموفق. و صفت سیوم که امروز میخوایم براتون بگویم، معتقد هستن که هیچ کس مسئول از این نیست که بیه بر از اینا خدمت کنه. خودشان مسئول خدمت کردن به خود، مسئول ساختن زندگی خود است و حتی توانایی گرفتن دست دیگرا و راهنمایی دیگرا را داره. همه آدم ناموفق همیشه نشسته که دیگرا بیاین و برش کاری کنه. و یادتان باشه منتظر هیچ کس نباشین، هیچ کس نمیاد. خودتان با پای خود و توانایی خود موضوع را پیش برید.